خیلی تکان دهنده جناب استاد رحیمی سین وقتی یک سنی یک اهل سنت و جماعت از او پرسان کنیم که با ام المؤمنین عایشه چی ربطی داری چی ارتباط داری ام المؤمنین عایشه صدیقه کی بود و دارای چی مقامی بود چی منزلتی بود ما قبل از اینکه این کتاب برای بینندگان بیان کنم که کتاب طهاره هست ای رو میگم برای تو سنی میگم برای تو اهل سنت و جماعت میگم برای تو کسی که دکتری طبیبی انجینری راه روی راه زنی مردی تو کسی که میگی من سنی هستم اهل سنت و جماعت هستم اگر کسی بیایه به مادر تو توهین بکنه از او تجلیل میکنی از انقلابش تجلیل میکنی ما نباید در دنیا این ما... صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین انسان باید در دنیا به خاطر خدا زندگی کنه یک زمانی موسی علیه السلام و با فرعون در یک عصر زندگی میکردن حضرت موسی با فرعون مبارزه کرد هر دو رفتن سرنوشت فرعون چی شد؟ سرنوشت حضرت موسی؟ هر دو در آخرت واضح و مشخص هست اگر نگاه کنیم وضعیت و مشکلاتی که سر حضرت عیسی علیه السلام آمد اگر نگاه کنیم مشکلاتی که سر نبی کریم صلی الله علیه و سلم آمد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر دین الله خیلی رنج بردن خیلی مشکلات رو تحمل کردن اگر تو بخوای امروز تو مسلمان آرام به خانه خوب بنشینی کافر هم از تو راضی باشه منافق هم از تو راضی باشه مسلمان هم از تو راضی باشه خیلی عواقب به خطرناکه اگر وقتی نگاه میکنیم مطالعه میکنیم امام ابو حنیفه رحمه الله میفته داخل زندان حتی بعضی از اقوال میاره که امام ابو حنیفه زیر شلاقه های حکمت وقت از دنیا میره امام احمد ابن حنبل رحمه الله به خاطر دین الله سبحانه تعالی به خاطر عقیده خود به کوچه ها کشانده میشه صحابه هر کدام میبینیم سیدنا ابوبکر صدیق به خاطر عقیده چنان بر صورتش مشرکین میکوبن که بیهوش میشه امروزه ما هم میفهمیم هر کلیمه ی حرف شاید صدها دشمن به وجود بیایه ولی افتخار که انسان به خاطر عقیده خود به خاطر دین خود به خاطر باورها و القرآن و بخاطر, بخاطر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم و بخاطر از ام المؤمنين عائشة صديقه رضي الله تعالى عنها انسان يك جنك و چيزينيه عاشق انسان سد جن داشته باشه بالاتر سد جن داشته باشه كي هر يك رو بر طبق اخلاص بگذاره و دين الله سبحانه وتعالى بكون و در حاشر انسان عازر آز، بشه كي با بدن خونالوت ترى چي شده ترى بخاطر شهید كردن من بخاطر الدفاع از عقيدة خط بخاطر الدفاع از ناموس بيانبر بخاطر الدفاع از ام المؤمنين عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها